سلام دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدین. ماده هستم، مدرس زبان فرانسه. تا اینجای کار حدود 350 تا درس در کانال بارگذاری کردم. حالا چرا خودم برگشتم به کانال؟ دوستان، درس ها قراره به همین شکل ادامه داشته باشه، اما قراره یک بخشی رو به کانال اضافه کنیم به نام تکنیک های یادگیری زبان فرانسه که هم از تجربیات خودم هستش و هم از تحقیقات زبانشناس ها و محققین نوروساینس که بهتون کمک بکنه در یادگیری زبان فرانسه این مسیر براتون کوتاه‌تر، ساده‌تر و دلچسب‌تر بشه. خب، قراره تو این جلسه به این سوال جواب بدیم: آیا من استعداد یادگیری زبان فرانسه رو دارم؟ یعنی اصلا زبان فرانسه یادگیریش به درد من میخوره؟ من استعدادشو دارم؟ این همه وقتی که دارم میذارم میتونم زبان فرانسه یاد بگیرم و این فرانسوی ها صحبت بکنم؟ دوستان، من خیلی با این سوال برخورد داشتم، کامنت داشتم، پیام داشتم در این مورد که من 50 سالمه و دیگه برای من خیلی دیره. یادگیری زبان برای بچه هاست، برای بچه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله و حتی از 10 سال که بالاتر باشن یادگیری زبان برای اونا هم سخت میشه، چه برسه به من که 50 سالمه. یا اینکه من مدت زیادی دارم زبان میخونم، الانم توی فرانسه دارم زندگی میکنم، یعنی توی محیط فرانسوی زبان، اما نمیتونم درست نیازهامو برآورده بکنم، توی جمعی میشینم نمیدونم اونا دارن چی میگن و اونا هم متوجه نمیشن که من چی میگم. پس من در نهایت بی‌استعدادم یا خنگ هستم به اصطلاح، و من عین این واژه رو بارها توی کامنت ها دریافت کردم. دوستان، متاسفانه وقتی که این پیام ها رو دریافت میکردم خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم که با آموزش تکنیک ها و صحبت کردن در مورد تکنیک های زبان فرانسه سعی کنم که به دوستانی که این احساسات رو دارن یا مسیر براشون سخت شده، دل زده شدن، دیگه انگیزه ندارن، این تکنیک ها رو به اشتراک بذارم و یک کمی راه رو براشون ساده تر بکنم. تو این جلسه ما قراره به این سوال جواب بدیم که آیا استعداد یادگیری زبان فرانسه داریم یا نه. من الان نمیخوام با بله یا خیر به شما جواب بدم، فقط میخوام یک تحقیق علمی که انجام شده رو با شما به اشتراک بذارم. دوستان، یک علمی هست به اسم نوروساینس که در واقع به صورت ساده به بررسی این موضوع میپردازه که توی مغز ما چه خبره و داره چی میگذره. ببینید، وقتی شما دارید یک مهارتی رو یاد میگیرید، هر مهارتی، مثل رانندگی، مثل راه رفتن، نجاری، خیاطی، نقاشی و حتی یادگیری زبان، یک سری رشته های عصبی توی مغزتون شروع میکنن به شکل گیری. یعنی در واقع سلول های عصبی هستن که توی مغزتون کنار همدیگه قرار میگیرن این سلول های عصبی و یک مسیر و یک شبکه ای رو میسازن. این سلول های عصبی اسمشون نورون هستش و هر چقدر که شما تمرین بیشتری بکنید این مسیر قوی تر، کلفت تر و حالا قدرتمندتر توی مغزتون ساخته میشه و به اون جایی میرسه که دیگه شما به صورت ناخودآگاه اون کار و اون مهارت رو انجام میدید بدون فکر. یعنی در واقع این مسیر کارش اینه که انتقال اطلاعات رو سرعت میبخشه و هر چقدر مسیر قوی تر بشه انتقال اطلاعات خب سریع تر منتقل میشه و انتقال اطلاعات سریع تر صورت میگیره. بیاین یه مثال بزنیم. وقتی اولین بار که دارید رانندگی میکنید، حالا توی هر سنی که هستید، وقتی اولین بار پشت ماشین میشینید، خیلی براتون سخته، به خودتون میگین که چطور میتونم هم حواسم به آینه باشه، به جلو باشه، به عقب باشه، حواسم به دنده باشه، پام روی 3 تا پدال باشه، ترمز، کلاچ، گاز. اصلا برام غیر ممکنه اگه یه ماشین از رو به رو بیاد، من اصلا مهارتشو ندارم که بتونم ماشین رو کنترل بکنم، سری ترمز باید بگیرم. خیلی براتون سخت هستش، اما همین که چند جلسه تکرار میکنید، تمرین میکنید و پیش میرید، کم کم براتون آسونتر میشه و به مرور زمان شما دیگه به صورت ناخودآگاه رانندگی میکنید. یعنی در واقع اصلا اینطوری نیستش که بخواییم فکر بکنید خب الان باید دنده بره روی 1، 2، 3، الان باید کلاچو بگیرم، چیکار باید بکنم، دیگه اصلا فکر نمیکنید، به صورت ناخودآگاه رانندگی میکنید. و جالب اینجاست که همزمان با رانندگی که اولش انقدر براتون سخت بود با بغل دستیتون صحبت میکنید، یه چیزی هم امکان داره بتونید بخورید، درسته؟
راه رفتن هم همینطوریه. وقتی یه بچه شروع به راه رفتن میکنه، اولش براش خیلی سخته. حالا بچه ها نمیدونم تو چه سنی شروع به راه رفتن میکنن، در یک سالگی، دو سالگی، اولش از در و دیوار کمک میگیره، بلند میشه، میفته، تعادلش رو نمیتونه حفظ بکنه، اما به مرور زمان دیگه ناخودآگاه راه میره و فکر نمیکنه اول این پاشو بذاره، بعد اون پاشو بذاره، قدم برداره، چطوری تعادلش رو حفظ بکنه. درسته؟ پس تا اینجای کار یاد گرفتیم که مهارت اگر با تکرار و تمرین همراه باشه و استمرار به صورت ناخودآگاه توی ذهن ما، توی مغز ما چیده میشه مسیرهاش. حالا در مورد زبان هم به همین شکل دوستان، هیچ تفاوتی نداره. البته یادگیری مهارت‌ها با همدیگه متفاوته. مثلا خب قاعدتاً مهارت زبان، اون هم زبان فرانسه، سخت تر از یادگیری مهارت رانندگیه. اما به صورت کلی مسیر یکیه. شما باید زمان بذارید، زمان بیشتری بذارید تا بتونید زبان فرانسه، یک زبان بیگانه رو یاد بگیرید. چون دارید خیلی مسیرها رو توی ذهنتون میسازید، خیلی چیزها رو دارید تغییر میدید. شما دارید با ماهیچه های فکتون، با زبونتون کلماتی رو ادا میکنید که قبلا اصلا آشنایی باهاش نداشتید و هیچ ریشه مشترکی با زبان مادری خودتون نداشته و این خیلی کار رو سخت‌تر میکنه. اما به این معنا نیست که دست نیافتنیه. شما توی هر سنی باشید، با هر معلوماتی که باشید، با هر زمینه‌ای که باشید، میتونید با یادگیری درست. این یادگیری درست شامل دو بخشه. مسیرتون باید مسیر درستی باشه و علاوه بر اون باید استمرار داشته باشید. میتونید به هدفتون برسید. هر دفعه که شما دارید تمرین میکنید، این رشته‌های عصبی، این سلول‌های عصبی کنار همدیگه دارن قرار می‌گیرن و محکم‌تر میشن. و هر دفعه که شما این تمرین رو رها میکنید، ازش فاصله میگیرید، خب این رشته‌های عصبی دچار گسستگی میشه. ذهن انسان به صورت کاملاً هوشمند عمل میکنه. هر موقع که تمرینات شما رها شد، بعد از یه مدتی دو مرتبه میرین سراغش، احساس میکنید که دیگه به اندازه قبل تو شروع بازدهی ندارید. و یعنی در واقع اون لحظه‌ای که شما ولش کردید اون مهارت رو، عملکردتون خیلی بهتر بود. اما بعد از یه مدت که میرین سراغش، احساس میکنید اون عملکرد سابق رو ندارید. باید یکم بگذره تا دو مرتبه به اون مرحله قبلی تازه برسید. پس اگر استمرار داشته باشید توی کارتون، مطمئن باشین به هدفتون، حالا یادگیری زبان هستش یا هر مهارت دیگه ای، اینجا ما به صورت اختصاصی داریم در مورد زبان فرانسه صحبت میکنیم، حتما میرسید. پس این که میگید استعداد ندارم یه چیز کاملا اشتباهه. من قبول دارم همه انسان ها استعداد برابری ندارن، همه انسان ها توانایی برابری ندارن. بعضی ها هستن که با یک بار خوندن یک چیزی کاملا به اون موضوع مسلط میشن، با دو سه بار پشت فرمون نشستن کامل رانندگی رو یاد میگیرن. با حالا بچه هایی هستن که راه رفتن رو تو سن پایین تر از بقیه هم سن و سالاشون یاد میگیرن. اما این دلیل نمیشه بچه های دیگه نتونن راه برن. این دلیل نمیشه انسان های دیگه اگه تمرین بکنن نتونن رانندگی بکنن. خوبی کار اینجاست، یعنی خبر خوب اینه که شما با هر مقدار از استعدادی که دارید قاعدتا میتونید زبان رو یاد بگیرید، اگر تمرین کنید و مسیر درست رو برید. حالا اینکه تمرین به چه شکل باشه، مسیر درست چی هستش و استمرار داشتن و متمرکز بودن به چه شکله، ما توی بخش‌های دیگه حتما بهشون میرسیم. اما فقط میخوام اینو بدونید دوستان، این دیگه تجربه شخصی من نیست فقط. این یک تحقیق علمیه که در توسط دانشمندان علم نوروساینس انجام شده. و اگر علاقه من بودید که اطلاعات بیشتری ازش کسب کنید، حتما توی گوگل سرچ کنید و مطمئن بشید که همچین چیزی واقعا به این شکل داره کار میکنه. اینطوری دیگه به خودتون تهمت نمیزنید که دور از جون خنگ هستید، بی استعداد هستید یا دیگه سنتون از سن یادگیری گذشته. شما تو هر سنی که باشید میتونید یاد بگیرید، فقط کافیه که بخواید. الان دیگه از متهم کردن خودتون باید دست بردارید. تا اینجای کار ما فهمیدیم که استعداد درست مهمه، اما اینطوری نیستش که ما تلاش بکنیم و به نتیجه نرسیم. پس اگر سوالی دارید، کامنتی دارید، حتما ازم بپرسید. من تا اینجای کار تلاش کردم که هر کامنتی واسه هر ویدیویی که میاد جواب بدم. از این به بعدم همینطوره، کامنت بذارید، میخونم و
جواب میدم حتما. خیلی هم خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این بخش از کار بدونم. دوستان پس اینو در نظر بگیرید، شما بی استعداد نیستید، فقط احتمالاً یا نمیخواین یا دارین خودتون رو توجیه میکنین که دیگه ادامه ندین. دوستای عزیزم، امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. لطفاً در جهت حمایت از من، همینطور که تا الان حمایت کردین، باز هم با لایک و کامنتاتون حمایت کنین تا کانال بهتر دیده بشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.